و تو خالی کردنش تو زندگی دنیا دادن مفهوم پارتی بازی رو میبینی مفاهیم در جامعه فکر میکنن که خب سیستم گفتگو با شیعه هدایت یافته مهندس امیر شکری چیزی اصلا باقی نمونده خب استاد شکری یک موضوعی هست حول این که ما وقتی تاریخ ایران رو بررسی میکنیم گذشته ایران رو میبینیم در بحث کتب ادبیات ایران در بحث شعر و کتب ادب ایران میبینیم که مثلا شعرامون فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا و عمر خیام در بحث کتب تاریخ میبینیم تاریخ درخشان ایران در زمینه علوم و فنون میبینیم که اکتاز بوده در بحث اختراعات در بحث طب در بحث شیمیایی در مباحث مختلف فنون و ادب میبینیم که ایران واقعا در علم و صنعت حرف اول میزده اما بعد از صفویه در واقع میبینیم که خرافات به نحوی در ایران میاد و این فنون و صنعت افت میکنه و این خرافات داره پیشرفت میکنه ما هرچه از داریم بررسی میکنیم از زمان صفوی تا به امروز میبینیم که این خرافات داره پیشرفت میکنه به نظر شما این خرافات تا کی پیش خواهد رفت آیا بنبستی خواهد بود یا همینطور ادامه میده تا ناکجاباد بله به هر حال این استعداد در انسان گذاشته شده همونجور که انسان استعداد خداپرستی داره استعداد شرک ورزیدن رو هم داره حتی یه علایقی هم در وجود انسان شاید گذاشته شده در این مورد قرآن مثلا می فرماید که وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ یعنی این استعداد درشون هستش در انسان این استعداد هست حالا چرا این علاقه به وجود میاد شاید دلایل مختلف داره یعنی قطعا دلایل مختلف داره یکی خب به هر حال این استعدادیه که در انسان هم گذاشته شده کما اینکه اگر این استعداد نبود تصور بفرمایید مثلا درخت خب نمیتونه گناه بکنه فضیلتی هم براش نیست که اگه گناه نکنه درست ولی ما انسان ها در عین اینکه فطرتاً خداپرست هستیم توحید رو میفهمیم حتی به مواقعی که توی حتی مشرکین اونهایی که غیر از خدا رو هم صاحب قدرت و مسبب الاسباب و اینها میدونند وقتی تو شرایط سخت قرار میگیرن مثلا وقتی سوار کشتی میشن بعد در شرایط مرگ واقع میشن حتی توی اون مواقع خدا رو خالصانه میخونن کسی رو شریک نمیکنن یعنی این چنین در این استعداد در وجود انسان گذاشته شده و خب من فکر میکنم اینی که شرک مثلا در ایران این چنین رشد کرده من فکر میکنم محصول مجموعه ای از عوامل مختلف در اشتخالت داره که وقتی همه اینها رو آدم کنار هم بذاره خب احتمالاً یه صحنه شاید کاملتری رو میتونه به تصویر بکشه که چرا اینجوری میشه حالا خصوصا این اواخر یعنی بعد از انقلاب که میبینیم که خیلی سرعتش زیاد شده بله وحشتناک سرعت گرفته حالا این عوامل وقتی دست به دست هم میدن خب گاهی وقتا ممکنه حتی تو حالت تشدید ببرن بله یعنی حالتی که عوامل مختلف همدیگر رو تقویت کنن خب یکیش وجود این استعداد است که خب این استعداد در وجود انسان هست حالا به شکلهای مختلف حتی این استعداد بروز میکنه یعنی مثلا چرا انسان ها علاقه پیدا میکنن به خاطر اینه که سهل الوصول تر میبیننش شاید یعنی این چنینه که در وجودشون
تأثیر میکنه. فکر میکنن اگر که نه اینکه تو زندگی دنیویشون این سیستم پارتی بازی رو میبینن، درسته، فکر میکنن که خب سیستم حکومتی الهی هم مثل همین سیستم های خودشونه. به همین جهت هم میبینیم که مثال هایی رو که میزنن کاملا مثال های دنیویه، پادشاه و وزیر و این میاد پارتی من میشه و پدر و مادر و نمیدونم اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز و یعنی مثال هایی هم که زده میشه باز همینه. و شاید این چنین خودشون رو هم فریب میدن، یعنی فکر میکنن که خب پس اینجوری من به نتیجه میرسم، من فلاح و رستگاری رو کسب میکنم. و چون راه ساده تره، سهل الوصول تر به نظرشون میاد، در ته ذهنشون فکر میکنن که خب پس این راه رو بریم کوتاه‌تر بهتره. این میشه جنبه‌های استعدادی انسان. تازه خب من نمیدونم، البته شاید عوامل دیگری بله بعد نظرتون باشه، بله من تو ذهنم شاید مهمتر از استعداد عواملی به عنوان یک نظر شخصیه، عواملی روحانیون سو، رجال دین که از در واقع مقدسات یک حالا به اینها میرسه. خب اون هم عوامل دیگه است. درست. به نظر این حقیر، البته حالا هر کسی ممکنه که جمع‌بندی های خودش رو داشته باشه، دلایل خودش رو جمع‌آوری بکنه و ولی بفهمم خواهش میکنم. بله، یه عامل عمدش همین استعدادیه که در انسان گذاشته شده که میتونه این رو بپذیره. به نظرش مثلا گاهی وقتا منطقی جلوه میکنه، شیطان میتونه این رو زینت بده براشون، یعنی این استعداد در وجودشون هستش که این زینت داده بشه. این یه جنبه قضیه است. جنبه دیگه ای رو که به نظر من میاد، به نظر این حقیر میاد، اون اینه که روابط واسه شون ایجاد میکنه. یعنی مشرکین وقتی به بهانه های مختلف دور هم جمع میشن و میشدند، خب یه جامعه ای رو تشکیل میده، روابطی به وجود میاد. حالا توی این روابط نگاه میکنی موقعیت هایی پیش میاد. روابط بین کی پیش میاد؟ بین کسانی که هم فکرن، بین کسانی که حالا یه نفر هم دیگه رو تقویت میکنن. حالا میگم الان روابط به وجود میاد، به هر حال تو هر جامعه ای روابطی به وجود میاد که برای بعضی ها جاذبه ایجاد میکنه. الان همین مثالی رو که شما فرمودید که خب یه سری شاید کسانی هستن، عواملی هستن، آخوندهایی هستن، مدهایی هستن که سود میبرن. خب همین هم هست، یعنی نگاه میفرمایید میبینید که توی این روابط، توی این جامعه، بله، یه عده‌ای هستن که بالا میرن اشک مردم رو در میارن، یه عده این پایین هستن به بدبختی‌های خودشون گریه میکنن مثلا. یعنی هر کسی به یه نوعی یه رضایت خاطری به دست میاره، بله، و احساس رضایت میکنه از اینه که یه کاری کرده، احساس رضایت میکنه از خصوصا که ته ذهن اون کسانی که به هر حال نشستن گریه میکنن و یا توسل میجوین، فکر میکنن که دارن یه کاری انجام میدن و میونبر رو هم رفتن. یعنی به جایی که تقوا پیشه کنی، به جایی که به هر حال زحمت بکشی برای اعتقاداتت و در واقع اون فلاح و رستگاری رو به دست بیاری، میخوای میونبره رو بری راحت باشه دیگه. و در این حال خب گرفتاری های مردم هم که تو دنیا زیاده، همیشه یه بهانه واسه گریه کردن هست. خوبه که یه شرایطی رو مهیا بکنیم، گریه مردم رو هم در بیاریم. آره. اونا هم به هر حال یه مقداری آزاد اون تخلیه بشه. آفرین، تخلیه بشه. اون به هر حال ناراحتی ها و اینها یه خود تخلیه بشه. و فکر بکنه که مثلا خب من یه درد دلی کردم، یکی هست منو نجات میده. ممکنه همین احساس مثلا در خداپرست هم باشه. توکلش وقتی به خداست، فکر بکنه که خب پس مثلا یه موجودی هست. یعنی ممکنه که بیدینا همین اشکال رو به دیندارا بکنن که شماها فکر میکنید که خدا، ولی خب برای خداپرستی دلایل وجود داره، ولی نهایتا وارد اون نمیشم. اما میخوام بگم توی این جامعه روابطی پیش میاد و مسائل مالی توش مطرح میشه. چرا؟ چون همه منافعی دارن. از اون کسی که شرکت میکنه منفعت داره که تخلیه میشه، امید مثلا درش به وجود میاد و فکر میکنه راه میونبر رو زده، مثلا رستگاری آخرت خودش رو به دست آورده. در این حال اونجا صبونه ای میخورن،
نهار و شامی مثلا ممکنه باشه، وقتش پر میشه، بهتر از اینه که تو خونه بشه چیکار میکرده مثلا تو خونه. عمدتا شرایط اینجوری پیش میاد دیگه. بعضی وقتا حتی ممکنه تخلیه انرژی باشه، مثلا میرن اونجا سینه میزنن، خب این یه حرکت فیزیکی هیجان درش هست، یه دی ممکنه خوشحال بشن، روابط پیش میاد از این حیث که مثلا اونجا ممکنه ازدواج هایی دست بده، مسائل اقتصادی پیش بیاد، یه نفر یه کارگری میخواد، یه نفر دنبال کاره، یه نفر میخواد همسر واسه خودش اختیار کنه، اون یکی همسری رو واسه اش سراغ داره. به هر حال یه جامعه ای، انسان ها موجودات اجتماعی هن و منافعی رو این حالا اون کسی هم که پول میگیره میره اون بالا میخواد روزه بخونه، میخواد این شرایط رو گرم بکنه، عمدتا نگاه میکنید میبینید جلوتر از کسب رضای خدا براش کسب اون منافع. چطور؟ مثلا شما نگاه کنید روزه خون ها توی مراسم روزخانی، توی مراسم توسل کردن و اینها عمدتا سعی دارن اشک مردم رو در بیارن. درست، هدف گریوندن مردمه. بله، خیلی براشون این هدف بزرگ مقدسه و هی سعی میکنن به بهانه های مختلف رقت قلب مردم رو تحریک بکنن به یه نوعی. خب حالا چرا هدف گریاندن مردم؟ چه سودی آیدشون میشه از گریاندن مردم؟ خیلی سوال خوبیه. بله، ببینید سودش اینه که اونی که بهتر مردم رو میگریانه مجلس رو گرمتر میکنه و طبعا خب حق و زحمش بالاتر میره، موفق‌تره. بله، این آدم خب موفق‌تره. به همین جهت هم هستش که خب توی مجلس سعی میکنن مجلس رو گرم کنن که صاحب مجلس رضایت بهتری. پس گرمترین مجلس مجالسی که گریه بیشتر درش باشه. بله دیگه، و نهایتا مردم هم شاید بهتر تخلیه میشن، یعنی اونی که آمده که یه رضایت خاطری یه خود تخلیه بشه، ناراحتی های زندگیش رو مثلا به یه نوعی که جمع شده تو دلش مثلا سبکتر بشه، این خب اونها هم احساس رضایت بهتری میکنن، مجلس گرمتر شده، احیانا همه فکر میکنن که خب ما رضایت خدا رو بهتر کسب کردیم، رضایت شافعین خودمون رو بهتر کسب کردیم، همه اون احساس رضایت بهتر فکر میکنن خب خیلی مجلس روحانی بود و نهایتا خب این آدم پول بهتری میگیره دیگه و کسب بیشتری خواهد بود. ما تقریبا استاد چگیری دوستان اشاره می‌کنم وقت ما در این قسمت به پایان رسید. ما با این وضعیت سه تا عامل حضرت عالی فرمودید، عامل اول این که استعداد، عامل سوم هنوز نگفتم، دست شیطان عامل سوم نبود. خب بله. عامل اول استعداد، عامل دوم روابط و عامل سوم دست شیطان در کار هست. دست بله، عامل سوم اینه که شیطان هم به هر حال وسوسه میکنه دیگه، شیطان هم به هر حال این رو زینت میده در ذهن انسان ها، چرا که او هم علاقه داره. شما ملاحظه بفرمایید، برای اینکه وقت برنامه‌ام گرفته نشه، من دو تا آیه الان تو ذهنم هست که بخونم. یکی اون آیات سوره نحل هست اگه اشتباه نکنم، که میفرماید که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، موقعی که قرآن میخونی پناه ببر به خدا از شر شیطان الرجیم. انه لیس له سلطان، به درستی که شیطان سلطه نداره، علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر اون کسانی که ایمان به خدا میارن و توکلشون به الله سلطه نداره، یعنی خداوند این سلطه رو از او گرفته. انما، به درستی که، و جز این نیست که، انما عدات حصر دیگه، انما سلطانه، به درستی که سلطان، سلطه شیطان، تسلط او، انما سلطانه علی الذین یتولونه، که او رو به دوستی خودشون میگیرن شیطان رو، و الذین هم بهی مشرکون، و کسانی که به خدا شرک میبرزن. بنابراین شیطان به کسانی که شرک میبرزن تسلط پیدا میکنه، بنابراین وقتی که اینها ذره شرک وارد ذهنشون میشه در رو باز کردن، اون هم تقویت میکنه، زینت میده اعمال انسان. بنابراین کسانی که، حالا نکته جالب اینجا توی این آیه اینه که توکل رو در مقابل شرک گذاشته، میفرماید که انهو، به درستی که او شیطان،
لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این توکل در مقابل کیه؟ در مقابل اونایی که سلطه شیطان برشون داده شده، یعنی شیطان برشون سلطه داره. اونا کیان؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. در مقابل توکل نشون میده کسی که توکلش به الله متعاله، رابطه رو با او میسازه، دست قدرت و مدیریت خدا رو در زندگی خودش و دیگران میبینه، این آدم شیطان برش تسلط پیدا نمیکنه. ولی در مقابل دقیقاً، یعنی این دوتا آیه خیلی زیباست که این دوتا رو در مقابل هم قرار داده. ولی در مقابل اون کسی که شرک میورزه، یعنی توکلش به الله نیست، توکلش به واسطشه، تویی که بتونی به هر حال یه جوری خواسته ما رو به خدا برسونی، خدا رو دور میبینه، اصلا خدا رو دور فکر میکنه که این واسطه مهربانه دیگه، خدا مهربان نیست. این مگر اینکه بره یه جوری حق اینو از خدا بگیره، به هر حال یه جوری اینو، این آدم بدبخت و این آدم نجات بده مثلا از شر غضب خداوند متعال، به جای که خودش این رابطه رو با الله متعال بسازه، به جای که توکلش به الله متعال باشه، اون موقع مصلحت اندیشی ها توی ذهن خودشون، رابطه با واسطه ها درست کردن، گریه مردم در آوردن، اینی که یه اشکی بریزیم نجات بده و بحثای از این دست که حالا انشالله در قسمت بعد ادامه این موضوع مبحث زیبایی مطرح کردید و عامل بسیار زیبایی بود، بخصوص عامل آخر، که انشالله قسمت بعدی مفصلا مباحث و عوامل دیگری از زبان شما بشنویم. استاد شکری، بینندگان عزیز، همونطور که استاد شکری فرمودن، سه عامل در واقع حالا بحث استمرار یا پیشرفت خرافات در جامعه ایران ما. عامل اول استعدادی که در ذات طبیعت، در واقع در طبیعت هر انسان قرار داره، چه میل میکنه به توحید و چه یا میل میکنه به خرافات. و عامل دوم روابطی که در خب حالا جمعی وجود داره در بعضی از این انتشار خرافات. و روابط سوم زینت دادن این خرافات از سوی شیطان در چشم در واقع افرادی که این خرافات رو انجام میدن. تا قسمت دیگر، خدا نگهدار.